سلام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. فصل اول کیمیای صنف 7 به آخر رسید شاگردای عزیز و نازنین. امروز وارد فصل دوم میشویم که موضوعیت این فصل در رابطه با اقسام ماده است که شامل مخلوط‌ها و محلول‌ها میباشه که میخواهیم در این فصل ما شما یاد بگیریم که مخلوط‌ها از چه اجزایی ساخته شده است و چه قسمی ما میتونیم که اجزای یک مخلوط را از هم جدا کنیم و همچنان محلول ها را در این فصل ما شما یاد میگیریم که از چه اجزایی ساخته شده است، اصلا محلول چی میتونه باشه. شاگردای عزیز و قن، نمبر ارتباطی برنامه را فراموش نکنید. 20-964-780-255-4013 میباشد که از این طریق میتونید کدام سوال، پیشنهادات و یا کار خانگی دارید برای ما روان کنید و با ما در ارتباط باشید. با نگاهی بر خلاصه درس امروز شاگردای عزیز و نازنین با ما همراه شوید. امروز ما و شما می‌خواهیم شاگردای عزیز و نازنین در رابطه با مخلوط‌ها کار کنیم و یاد بگیریم که مخلوط‌ها چه قسمی مرکبات هستند، دارای چه ویژگی‌هایی هستند و همچنان انواع مخلوط‌ها را با هم کار می‌کنیم که ما چه نوع مخلوطی در اطراف خود داریم. و بعد از اون مخلوط متجانس و غیر متجانس شاگردای عزیز و نازنین با هم کار میکنیم و یاد میگیریم که هر کدام از این مخلوط ها چی ویژگی هایی دارن و در آخر هم طریقه جدا کردن اجزای مخلوط ها را با هم یاد میگیریم که چه قسمی و به چه روش هایی ما میتونیم مخلوط ها را از هم جدا کنیم. شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز آغاز میکنیم. و اما مخلوط ها چی از شاگرد عزیز و نازنین؟ به نظر شما مخلوط چی میتونه باشه؟ اگر ما بیاییم دو یا چند ماده را با هم یک جای کنیم، دقت کنید، دو یا چند ماده را با هم یک جای کنیم و قسمی که بعد از یک جای شدن این ماده ها خواص اولیه خود را حفظ کنند، ما یک مخلوط تشکیل میشه. با عنوان مثال شما مغزجات میتونه یک نوع مخلوط باشد. چرا؟ چون از دانه های بادام میتونه گردو، پیسته و کشمش یا نخود تشکیل شده باشد که بعد از یک جای شدن این دانه ها ما میتونیم برای هر کدام از این دانه ها را از هم جدا کنیم. یا به عنوان مثال مخلوط از چکلت ها یا مخلوط از آب نبات های رنگی میتونه که برای ما مخلوط ها را تشکیل بده. و این شد تعریفی مخلوط ها. خب، حالا میخواییم بر اساسی شاگردای عزیز و نازنین بر اساسی یکی چی نوع ماده هایی در مخلوط ها با هم یک جای میشود صحبت کنیم که بر اساسی همی که چی نوع ماده ها با هم یک جای میشه ما چند دسته مخلوط داریم. دسته اول یا نوع اول از مخلوط ها مخلوط جامد در جامد میباشه شاگردای عزیز و نازنین که مثالش مغزجات هست که میبینید در شکل که دارای پیسته، کشته و بادام، نخود میباشه که یا توت میباشه که این میشه مخلوط جامد در جامد که یک ماده جامد، یک یا چند تا ماده جامد با یک یا چند تا ماده جامد دیگه با هم یک جای شدن. نوع دوم مخلوط ها مخلوط جامد در گاز است شاگرده عزیز نازنین. مثالش چی میتونه باشه؟ همین گرد و خاکی که در هوا پراکنده شده است. اگر شما دقت کرده باشید و دیده باشید که آفتابی که از کلکین به داخل اتاق تابیده میشه شاگردای عزیز و نازنین
در مسیری ای آفتابی که تابیدن می شود، شما حتما گاهن دیدین ای را که ذرات گرد و غبار در آفتاب دیده می شود. این میشه یک نوع مخلوط که ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده شده. هوا میشه گاز و ذرات گرد و غبار هم میشه جامد. این میشه یک نوع مخلوط جامد در گاز. خب دیگه نوع سوم از مخلوط ها مخلوط جامد در مایع است. مثالش چی میتونه باشه؟ مثالش این میتونه باشه اگر یک گلاس پر از آب داشته باشید، یک قاشق نمک بر آن اضافه کنید، شکر عزیز نازنین، میشه مخلوط جامد در مایع که جامد نمک است، یک قاشق نمک است و مایع آبی میباشه که داخل لیوان است. خب دیگه چی نوع مخلوط های داریم؟ مخلوط مایع در جامد. مثالش چی میتونم باشم؟ مثالش یک لیوان شیر که تیکه های کله در آن وجود داره. این میتونه یک نوع مخلوط مایع در جامد باشه که شیر مایع است و تیکه های کله میتونه جامد باشه. مخلوط دیگر نوع دیگهش مایع در مایع است. اگر ما دو نوع مایع را با هم یک جای کنیم، برای ما مخلوط مایع در مایع تشکیل میشود. مثالش چی میتونه باشم؟ مثالش الکل در آب میتونه باشه. یا شیر در چای میتونه باشه که شیر چای رو برای ما تشکیل میدهد. نوع دیگه از مخلوط ها مایع در گاز میتونه باشه. مثالش چی میتونه باشد؟ شاگرد از نازنین، مثل گرد و غباری که بر روی یک میز است یا مه، میتونه یک مخلوط مایع در گاز باشد که این ذرات غبار ما گاز میتونه باشه و رطوبت هم میتونه مایع باشه. قسم های دیگه از مخلوط ها مثالش چی؟ مثال سنگ پا میتونه باشه. شما سنگ پا را از نزدیک شاید دیده باشید، از نزدیک شاید دیده باشین. حفره هایی که به داخل یک سنگ پا هست شاگردای عزیزین، نشان از ورودی گازها هست به داخل سنگ پایی که جامد است. این میشه یک نوع مخلوط گاز در جامد که گازی که به داخل این حفره ها نشان دهنده گاز هاست که به داخل سنگ وارد شده و جامد هم که سنگ می باشم. دیگر قسم مخلوط ها مخلوطی گاز در گاز است. مثل چی؟ مثل هوا. هوایی که در اطراف ما موجود است شاگرد عزیز و ناظر، یک نمونه از مخلوطی گاز در گاز است که در هوا پر از اتم های اکسیژن که یک نوع گاز هست، کربن دای اکساید هست، نیتروژن هست که در این قسم شما اتم ها را براتی مشاهده می کنید. این میشه مخلوط گاز در گاز. و آخرین نوع مخلوط ها هم مخلوط گاز در مایع است. مثالش میتونه نوشابه های گازدار باشه که گازهایی که بر روی نوشابه قرار گرفته میشه گاز که در داخل مایع نوشابه قرار گرفته و یک نوع مخلوط گاز در مایع را برای ما تشکیل داده. تا به اینجا یاد گرفتید که مخلوط چی است، تعریف مخلوط چی است که گفتیم از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشود که خواص اولیه خود را حفظ میکنند و بعد از او با انواع مخلوط ها آشنایت پیدا کردن. فهمیدیم که اگر ما چند نوع ماده را با هم مخلوط کنیم، میتونیم ما بر اساس اینکه چه نوع ماده های با هم مخلوط شده است، میتونیم انواع و اقسام مخلوط ها را در اطراف خود داشته باشیم. شما میتونید در اطراف خود حالی که تعریف مخلوط را یاد گرفتید، تحقیق کنید و انواع مخلوط ها را مشاهده کنید در اطراف خود و برای ما روان کنید. یک قسم دیگه از تقسیم بندی مخلوط ها وجود داره شاگردای عزیز و نازنین که بر اساس میزان انحلالیت اجزای تشکیل دهنده مخلوط ما میتونیم مخلوط ها را به دو دسته منقسم کنیم. دسته اول مخلوط متجانس می باشد، دسته دوم مخلوط غیر متجانس که حالا می رویم با هم یک جای کار می کنیم که مخلوط متجانس چی می تانه باشد و مخلوط غیر متجانس چی است. و اما مخلوط متجانس شاگردای عزیز و نازنین چی می تانه باشد؟ باید مثال براتون نشان می تیمیم مخلوط متجانس چی است. اگر مقداری بوره بعد داخل آب حل کنید شاگردای عزیز و نازنین، برای ما یک مخلوطی تشکیل میشه که بوره در تمام قسمت‌های محلول به طور یکسان پخش شده است. وقتی که شما مخلوط بوره و آب را مزه میکنید، شیرینی آن را در تمام قسمت‌های محلول احساس میکنید.
این میشه یک مخلوط که به آن محلول هم گفته میشه یا مخلوط متجانس. مثالش میتونه بوره و آب باشه، میتونه چای و بوره باشه و هر کدام دیگه. پس مخلوط متجانس مخلوط هایی هست که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان میباشه. این را خوب دقت کنید. پس این شد تعریف مخلوط متجانس. و اما مخلوط غیر متجانس چی از شاگردای عزیز و نازنین؟ مخلوط های غیر متجانس درست برعکس مخلوط های متجانس می باشه و مخلوط هایی گفته می شه که خواص آنها در تمام قسمت های مخلوط یکسان نمی باشد. مثال چی؟ مثال ماشپلاو می تانه باشه. ماشپلاو غذایی است که از پخته شدن برنج و ماش درست شده است. شما می بینید که دانه های ماش در برنج پراکنده شده، اما به طور یکسان و به طور یکسان پخش نشده است و ما میتونیم برایتی دانه های ماش را از داخل برنج جدا کنیم. این میشه مخلوط غیر متجانس. شما میتونید در اطراف خود سایر مخلوط های غیر متجانس را شناسایی کنید و برای ما روان کنید. خب عزیزان دل، تا به اینجا یاد گرفتیم ما و شما مخلوط متجانس چی است، مخلوط غیر متجانس چی میتونه باشه، با ویژگی های هر کدام آشنا شدید. حالا میخواهیم ببینیم که اجزای یک مخلوط را چگونه ما میتونیم از همدیگر جدا کنیم، به چه روش هایی و به چه طریقه هایی. ما به چند طریق شاگردای عزیز میتونیم اجزای یک مخلوط را از هم جدا کنیم. طریقه اول تبخیر میباشه. طریقه دوم تقطیر می باشه. طریقه سوم فیلتر کردن است و طریقه بعدی که آخرین طریقه می باشه تسعید هست. که این هر کدام از این طریقه ها و روش ها را با هم یک جای می رویم کار کنیم که چه قسمی این روش ها یا این طریقه ها می تانه اجزای یک مخلوط را برای ما جدا کنه. طریقه اول برای جداسازی اجزای مخلوط تبخیر می باشه شاگردای عزیز و نازنین. که برای جدا نمودن مخلوط های، دقت کنید، مخلوط های جامد در مایع به کار گرفته میشن. با عنوان مثال اگر شما یک ایرلن مایر داشته باشین شاگردای عزیز نازنین که در داخل ایرلن مایر مخلوطی از آب و نمک داشته باشین و این ایرلن مایر را به همراه مخلوطان حرارت بدین، بعد از چند مدت چند دقیقه مشاهده میکنه شاگردای عزیز نازنین که مالکول های آب تبخیر شده و به هوا رفته و مالکول های نمک در ایرلن مایر باقی مانده. خب به این طریق شما تانستین که یک نوع مخلوط جامد در مایر با کمک عملیه تبخیر از همدیگر جدا کنید به همین راحتی. پس این شد طریقه اول. طریقه دوم برای جداسازی مخلوط ها روش تقطیر می باشه شاگردای عزیز نازنین. این روش برای جدا نمودن محلول های مایع در مایع به کار گرفته می شود. دقت کنید. با عنوان مثال فرض کنید اگر یک دستگاهی داشته باشیم به این صورت که به آن دستگاه تقطیر گفته می شود، در داخل یک بالون مخلوطی داشته باشیم، مخلوط مایع در مایع، دو نوع مایع در بالون داشته باشیم و این بالون به همراه محلولی که در آن قرار گرفته حرارت داده شود، باعث می شود که یک تا از مایع ها که نقطه غلیان آن پایین تر هسته، یعنی زودتر به جوش می آید، تبخیر شود و به صورت بخار بیاید در این قسمت که به آن آله سرد کننده میگه سرد شود. وقتی که سرد میشه به صورت قطرات آب و مایع از این قسمت خارج میشه و به داخل ایرلن مایر جمع میشود. ما به این طریق براحتی تانستیم که مخلوط مایع در مایع را از هم و کمک عملیه تقطیر جدا سازی کنیم. طریقه بعدی فیلتر کردن از شاگرد عزیز نازنین که بسیار مهم است برای جدا سازی مخلوط هایی که ناپاکی داره به کار گرفته می شود. اگر یک مخلوط داشته باشین که ناپاکی داره، میتونین از طریق اون
خالص سازی کنید. مثال چی میتونه باشه؟ شما فرض کنید اگر یک الیل مایر داشته باشین به این صورت، خب یک کاغذ فیلتر را به داخل قیف قرار بدین به این صورت و قیف به همراه کاغذ فیلتر و داخل دهانه ارلن مایر قرار بدین و بعد از او یک مخلوط که جامد در مایع باشه و دارای ناپاکی باشه و داخل قیف ریخته شوه، باعث می شود که مایع به از طریق این کاغذ فیلتر مایع رد شوه و به داخل ارلن مایر جمع شوه و ناپاکی ها یا مواد جامد بر روی کاغذ فیلتر بر جای میمانه. به این طریق ما براحتی میتونیم که ناپاکی های یک مواد را از طریق عملیه فیلتر کردن شاگرد عزیز نازنین جدا سازی کنیم. خب آخرین روش برای جدا سازی اجزا یک مخلوط تسعید میباشد. شاگرد عزیز نازنین تسعید خود به معنای تبدیل جامد به گاز می باشد. مثل قرص نفتالین، شما قرص نفتالین اگر حرارت بتین یا در یک محیطی با درجه حرارت معین قرار بتین، مشاهده میکنین بعد از یک مدت که قرص نفتالین کوچک شده، قرص جامد نفتالین به گاز تبدیل شده. این میگن عملیه تسعید. عملیه تسعید یا طریقه تسعید برای جدا نمودن مخلوط های جامد در جامد به کار گرفته میشه. این بسیار مهم است شاگردای عزیز و نازنین. به عنوان مثال به شکل زیل خوب دقت کنین، اگر دو نوع مخلوط داشته باشین، امونیوم کلوراید و نمک، این دو نوع مخلوط را در داخل ارلن مایر قرار بدین شاگردای عزیز و نازنین، باعث میشود که امونیوم کلوراید که یک جامد سفید رنگ می باشد تبخیر شود توسط حرارت دادن. تبخیر می شود و باعث می شود که این جامد سفید رنگ تسعید شود و به گاز تبدیل شود. گازهای امونیوم کلوراید میره در قسمت بالاتر ارلن مایر که سردتر هستند و در اون قسمت بر روی جداره ارلن مایر سرد می شود و کریستال های جامد را تشکیل می دهد و به این طریق نمک در داخل ارلن مایر باقی میمانه شاگردای از نازنین و به طریق شما میتونید براحتی مخلوط جامد در جامد را از همدیگر با کمک عملیه تسعید جدا سازی کنید. خب درس امروز ما در اینجا به اتمام رسید شاگردای از نازنین. یک خلاصه از درس امروز داشته باشیم که ما و شما چی یاد گرفتیم. ما امروز یاد گرفتیم که مخلوط چی است، انواع مخلوط ها را یاد گرفتیم، مثال هایش را برایتان زدیم و همچنان بعد از او یاد گرفتیم که چگونه میتونیم ما مخلوط ها را از اجزای یک مخلوط را از هم جدا کنیم و چهار طریق میتونستیم جدا کنیم: تبخیر، تقطیر، فیلتر کردن و تسعید. میتونستیم اجزای یک مخلوط را از هم جدا کنیم. مخلوط متجانس را یاد گرفتیم که مخلوطی بود که مثل محلول ها که من محلول هم گفته میشد، خواص در تمام قسمت‌های محلول یکسان می بود. مخلوط غیر متجانس داشتیم که برعکس مخلوط متجانس بود و به مخلوط‌های گفته می شد که خواص آن در تمام قسمت‌های مخلوط یکسان نمی بود. خب یک کار خانگی امروز برایتان آوردیم شاگردای عزیز نازنین که درس را خوب مطالعه می کنید و بعد از اینکه درس را مطالعه کردین به این سوال جواب میدین به عنوان کارخانگی و به نمبری که بهتون در ابتدای درس گفتیم برای ما روان میکنید. کار خانگی تانی است. حسین میخواهد آب بنوشد اما مقداری ریب ما بین آب خود مشاهده میکند. به نظر شما حسین چی عملیه ای را برای جدا نمودن ریب از آب باید به کار بگیرد؟ این سوال را میتونید حل کنید و برای ما روان کنید. شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس خوب فهمیده باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدار همگی شما باشد.